سلام علیکم و رحمت الله. دوباره خیلی خیلی ممنون های تاکلی که لطف کردید و این خلاصه بسیار زیبا و تفصیلی رو بیان فرمودید. خیلی خیلی ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالسخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على النير الاعظم نتيجة العالم ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم. سلام عليكم و رحمة الله و بركاته. دوباره خداوند مهربان رو سپاسگزارم که توفیق حضور در جمع شما محبین اهل بیت علیهم السلام و در خانه های باصفاتون که هر کدوم حسینیه‌ای شده برای عزاداری آقامون و مولامون که خداوند این توفیق رو به من داد که حاضر بشم، خدا رو از این توفیق سپاسگزارم و خیلی متشکرم که این بحث ها رو پیگیری میکنید. امشب آخرین قسمت جلساتی است که بنده در خدمتتون هستم و از فردا شب انشاءالله آقای هاشمی در خدمت شما بزرگواران خواهد بود. جلسه پنجم رو در ادامه جلسه بعد در ادامه حدیث امام حسین علیه السلام میخوایم صحبت بکنیم. چهار جلسه در مورد این حدیث و خودشناسی صحبت کردیم که منتهای خودشناسی کجاست. این جلسه، جلسه آخر و جلسه چهارم در مورد خودشناسی هست که به زبان ساده میخواستیم ما بیان کنیم. اگر خاطر شریفتون باشه، در جلسه دوم ما که جلسه اول خودشناسی بود، 20 سوال ما مطرح کردیم. به همه اون از اون 20 سوال 4 تا رو انتخاب کردیم و یک مورد اصلی دیگه که جواب ندادیم، انشاءالله امشب میخوایم با هم به در مورد اون صحبت کنیم و اون هم سوال مهمی است در مورد خانواده. در بین اون 4 سوال یا در اون مجموعه بزرگتر 20 سوالی این رو مطرح کردیم که چرا یا آیا از وقت گذاشتن با خانواده ما لذت میبریم یا نمیبریم. اگر ما جوابمون نبوده یا وقت میگذاریم ولی به اندازه ای که میخواهیم لذت نمیبریم و همیشه احساس ایثار رو از خودگذشتگی میکنیم وقتی که داریم با خانوادهمون وقت میگذاریم، این یه مشکلی وجود داره و باید در مورد این با هم دیگه صحبت بکنیم که بتونیم انشاءالله اولا ببینیم این مشکل از کجاست و بتونیم انشاءالله راه حلی براش پیدا بکنیم. خب اول ما باید بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام، ببینیم که اونها چقدر به هم علاقه داشتند و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانواده امام علی علیه السلام، این زن و شوهر چقدر به هم علاقه داشتند و چقدر به هم ابراز محبت می‌کردند که اینها الگوی ما هستند. امام حسن، امام حسین، خانواده امام علی علیه السلام خانواده الگویی هستند. خانواده‌ای که همسر فاطمه زهرا است، خانواده‌ای که امام علی علیه السلام در اون خانواده پدری میکنه، خانواده‌ای که محصولات این خانواده، اگر یک خانواده موفق رو ما بخوایم، یکی از مهمترین عنصرهایی که موفقیت یک خانواده رو نشون میده نگاه بکنیم، محصولات اون خانواده است و محصولات خانواده فرزندان هستند. یکی از مهمترین محصولات خانواده فرزندان هستند و فرزندانی که در این خانواده هستند بهترین محصولات عالمند، سیدی شباب اهل الجنه هستند، سرور جوانان بهشت هستند. علاوه بر امام حسن، امام حسین، ما خانم زینب کبرا سلام الله علیها رو داریم و نگاه کنید این خانواده میشن الگوی یک خانواده موفق، الگوی یک خانواده سالم. زیباست وقتی که امام علی علیه السلام دلش تنگ میشه برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نهج البلاغه، جای بعد از اینکه
حضرت دارن خداحافظی میکنن و دلشون حسابی تنگ شده با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دارن خداحافظی میکنن بعد از اینکه حضرت بدن مطهر و پیکر مطهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در اون قبر میگذارن، اینطور دارن خداحافظی میکنن. خوب دقت کنید، شاید مطهره عبارت زیبایی داره، میفرماد اونهایی که انسان کامل هستند اونها فقط از نظر عقل کامل نیستند، اونها احساساتشون هم کامل است. از همون جاست که پیامبر برای ابراهیمش گریه میکند، از همون جاست که امام علی علیه السلام این گونه در فراق فاطمه زهرا سلام الله علیها اشک میریزد. ایشون بعد از اینکه حضرت رو دفن میکنن اینطور داره میفرماد، فلما نفض یده من تراب القبر، وقتی که دستان خودش رو تکان داد از خاک قبر، حاج به الحزن، تمام وجودش رو حزن و اندوه فرا گرفت، و ارسل دموعه علی خدی، و اشک بر گونه های مبارک حضرت جاری شد. بعد شروع کرد صورت مبارکشون رو برگردوندن به طرف قبر پیامبر گرامی اسلام، فرمودن یا قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، ای رسول خدا صبر من در دردانه تو، در فقد دردانه تو کم شده است. قل ان صفیت که صبری، صبر من علی کم شده است. و ضعف عن سیدت النساء تجلدی، پوست بدنم و بدن و اعضاء و جواهرم عن سیدت النساء، از این که سیده نساء را از دست دادم ضعیف شده است. الا بعد ادامه میدن میفرمان تنها دلیلی که دارم صبر میکنم بر این مصیبت این هست، الا ان فی التعصی لی به سنتک و الحزن الذی حل بی لفراقک لموضع التعزی. ادامه دادن و فرمودن که من دلیل این که دارم صبر میکنم این هست، از صبر و ایمن و اجمل میتونم صبر کنم این هست، لولا غلبت المستولین علینا، ای پیامبر اگه اینطور نبود که این کسانی که میخوان بر ما پیروز بشن، اگر این نبود که این احتمال وجود نداشت، لجعلت المقام عند قبرک لزاما، من همینجا کنار قبر تو و فاطمه منزل میگزیدم. و تلبث عنده معکوفا، من همینجا اعتکاف میبستم و معتکف میشدم و پیش شما میموندم. اینطوری حضرت همسرشون رو دلتنگن براشون، و اینطور در مصیبت حضرت، در مصیبت همسرشون دارن ابراز نگرانی میکنن. فراوان هست از این مسائلی که نشون میده این محبت رو نه فقط بین همسر و همسر، بلکه شبیه همین رابطه رو شما بین زینب کبری و امام حسین علیه السلام میدونید که طبق برخی از نقل ها بیان و در عقد خودشون شرط کنن که من هر جایی برادرم باشد با برادرم خواهم بود. این میگم یک ارتباط سالم بین اعضای خانواده. خب سوال اینجا این هست که چرا ما این لذت رو نمیبریم بر خیامون؟ در خیلی از خانواده ها و بعضا خانواده های مسلمان این لذت رو نمیبریم. چرا سناریوهای نامناسبی در این خانواده ها وجود داره؟ من 4 سناریو نقل میکنم که بعضی از وقتها هر 4 سناریو در یک خانواده وجود داره. من این 4 رو نقل میکنم و بعد شروع میکنیم در مورد اینکه ببینیم میتونیم یکی دو نکته برای راه حل پیدا بکنیم. بر خانواده ها معمولا این اتفاق پیش میاد که پدر احساسی در این سناریویی که دارم میگم، پدری هست که احساسش این است که تمام مسئولیت و نانآور بودن خانه،
کارهای بیرون هرچه هست و نیست و بسیاری از کارهای منزل احساس اوست که برگردن اوست. آنقدر مشغول کار و ناناوری است که اصلاً فرصتی برای لذت شخصی ندارد. احساس او این است که من باید برای خانواده در ایثار بکنم، خوب دقت کنید، برای خانواده ایثار بکنم و خانواده در خدمت دیگران باشم. فقط تنها چیزی که برای این پدر مطرح است ایثار است. همینطور شبیه همین سناریو برای مادر هم وجود داره. مادری که احساس میکنه تماما مشغول کارهای منزل است، کارهای تکراری که احساس میکند هر روز باید انجام بدهد و از آنها لذت نمیبرد و وقتی هم برای خودش نمیماند که خودش بخواهد از آن وقت لذتی ببرد. و بنابراین دوباره همه نگاه مادر نگاه ایثاری است، نگاه این که عیبی نداره، من خودم هیچ، بگذار بچه هایم، بگذار همسرم، بگذار مهمان هایم. دقت میکنید نگاه ایثاری شده است برای این مادر. نگاه سناریوی سوم یا فرد سوم در همون خانواده دختری هست که احساسش این است که اصلا خانواده او را درک نمی کند، به هیچ وجه خانواده مرا درک نمی کند و فقط می توانم هرچه از خانواده می شنوم دلم می خواد باش مخالفت بکنم. چرا؟ چون خانواده فقط می خواهد من دختر را محدود کند. شبیه، خب معلومه که من از ارتباط با این خانواده، از وقت گذاشتن با این خانواده من دختر رزد نمی برم. شبیه همین سناریو برای پسر هم ممکنه به وجود بیاد در یک خانواده یا خانواده دیگری که احساس کنه که پسری هست که همهش دوست دارد با دوستانم باشم، همهش میخواهم با دوستانم باشم، اصلا اگر بشود با خانواده نمیخواهم هیچ وقتی بگذارم. خوب دقت کنید، در هر چهار تا سناریویی که مطرح کردم که شاید هر چهار تا مثال در یک خانواده وجود داشته باشه ها، یعنی در آن واحد پدر و مادر و دختر و پسر و همه اعضای خانواده احساسشون این باشه که اینها خودشون هیچ لذتی نمیبرند و فقط و فقط به خاطر دیگران هستند در خانواده. خب یه مقدار روی این فکر بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی اینجا به وجود میاد اگر ما بخوایم این کار رو انجام بدیم. خوب دقت کنیم ببینیم که چه اتفاقی داره در این خانواده میفته، چه مشکلی داره در اینجا به وجود میاد. اگر چنین سناریویی در خانواده وجود داشته باشه چه اتفاقی یواش یواش به وجود میاد. خوب دقت بفرمایید، اگر چنین سناریویی وجود داشته باشه در این خانواده، افراد مذهبی این خانواده سعی می کنند که مذهب را راه حل و فرار قرار بدهند برای مشکلی که در خانواده است. یعنی این خانواده جوابگوی من نیست، من مسکنی میخواهم که از این درد خانواده رهایی پیدا کنم. خوب دقت کنید، مسکنی میخواهم که از این درد خانواده رهایی پیدا کنم. مسکن من میشود مسجد، مسکن من میشود دعا، مسکن من میشود دین، مسکن من میشود گریه برای امام حسین علیه السلام. یعنی در حقیقت حتی اون فرد مذهبی که این مشکل رو داره وقتی در اون مسجد هم میاد، این برای امام حسین نیست که گریه داره میکنه، نه، این گریه اون تبلور فرار از خانواده است که این گریه برای امام حسین و درد امام حسین علیه السلام نیست، این گریه فقط مسکنی است برای دردی که خانواده نتونست تحمل کنه، فرار کرد. خوب دقت کنید، فرار کرد. اگه این مشکل در خانواده حل نشه، این نیاز در خانواده حل نشه، دین میشه مسکن،
دیگه برای امام حسین طرف گریه نمیکنه. اصلا درد برای امام حسین مهم نیست این وسط دیگه، چون انقدر درد امام حسین علیه السلام درد بزرگیه، کسی میتونه اون درد رو احساس کنه که این دردای کوچیک رو اصلا نداشته باشه؟ خوب دقت کردی؟ کسی که از این توی این مشکلات گیر کرده که دیگه غم بزرگ نداره، مثلا که طرف میگه آقا چرا قصه نمیخوری واسه امام زمان نمیاد؟ بابا من اصلا گیر این غمای کوچولو کوچولو هم که تمام زندگی منو پر کرده، وقتی این غما نباشه من فراغ پیدا میکنم که دنبال مشکلات بشریت باشن. آدمی که توی مشکلات خودش و بچهش و خانومش گیر کرده که برای راه حل برای مشکل بشریت نداره که منتظر امام زمان باشه که. خوب دقت فرمودی؟ مشکل به کجا میرسه؟ مشکل این میشه، یعنی خانواده‌ای که قرار بود طبق فرمایش قرآن راه حل باشه، حالا اومده سراغ دین که دین مشکلش رو حل بکنه. ببینید مشکل رو بگم کجاست. مشکل اینجا اینه که دین شده حل کننده یه مشکلی که این بنده خدا داره. بد نیستا، ولی بهترین استفاده از دین نیست. مثل این مونه که من بیام سراغ دین، سراغ خدا وقتی مشکل دارم، فقط وقتی مریض میشم بیان بگم یا الله یا الله یا الله، وقتی دارم میفتم میمیرم بگم یا الله یا الله یا الله، خانواده‌ام مشکل پیدا کرده یا الله یا الله. یعنی دین میشه مسکن من، نه اینکه من یک انسان کامل راتب همه چیزم درسته دین بخواد من رو اوج ببره. یعنی دین رو برای انسان مریض تصور نکنید. خب بریم سراغ راه حل. من دو تا راه حل احتمالی برای این مسئله میگم و بعد برمیگردم سراغ گفتار امام حسین علیه السلام. راه حل اول، مشکل کجاست؟ مشکل دوباره برمیگرده به اون خودشناسی. چطور برمیگرده به خودشناسی؟ از این جهت که همه اعضای این خانواده دارن چیکار میکنن؟ بفرمایید. دارن ایثار میکنن به خیال این که خانواده هم از همون اول محل ایثار است. خوب دقت کنید، هیچ کسی با ایثار مخالف نیست، امیدوارم که سوء تفاهم پیش نیاد. من اینجا میخوام بگم بریم ببینیم نگاه قرآنی، نگاه اولیه قرآن به خانواده چی هست، بعد ببینیم آیا اصلا این نگاه با نگاه ما سازگاره یا نه. قرآن اینطور میفرماد خلق من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. قرآن داره میگه اگر در نگاه اولیه محل تأمین نیاز است خانواده، نه محل تأمین نیاز دیگران. خانواده محل تأمین نیاز توست پدر، خانواده محل تأمین نیاز توست مادر، خانواده محل تأمین نیاز تو است دختر و پسر. دقت کنید، محل تأمین نیاز است قبل از این که محل ایثار باشد. لتسکنوا الیها یعنی محل سکونت تو باشد، محل آرامش تو باشد، نه اینکه تو برای آرامش به چیز دیگه‌ای فرار بکنی، از خانواده فرار بکنی بری سراغ یه چیز دیگه‌ای، اگرچه که اون چیز دین باشد. دقت کردی؟ اگرچه که اون چیز دین باشد، باز هم تو نگاه کامل درست نیست. چرا؟ چون تو اینجا دین رو به عنوان مسکن داری میبینی. از این جهت هیچ فرقی بین دینی که تو انتخاب کرده ای و بین اون قرصی که اون طرف میره میخوره تا ساکت بشه دردش، یا بین اون شرابی که کسی میره میخوره که از یک دردی فرار بکنه و قصه ای رو فراموش بکنه، از این جهت نیست. خوب دقت کنید، ما تو داری فرار میکنی از یه چیز به یه چیزی که سرگرمت بکنه یا اون درد قبلی تو فراموش کنی. اگر اون چیز شراب باشد بد است، اگر اون چیز قرآن هم باشد مناسب نیست. بله خیلی بهتره با مثالهای دیگه، ولی هدف قرآن که این نبود که. تو خیلی آوردیش پایین، خیلی آوردیش پایین.
این طور شد که گفتن دین افیون ملت هاست، به خاطر اینکه ما فقط میرفتیم سراغ این که برخی از این چیزها رو فراموش بکنیم و میشد مسکر برای خیلی از ماها مسکر میشه. دقت کردید؟ یکی میاد سراغ مسکر، یکی میاد سراغ یه دعا، یکی میاد سراغ میره سراغ کامپیوترش، یکی میره سراغ ویدیو گیمش، یکی میره سراغ نمیدونم کامپیوترش. اینا همه دارن فرار میکنن، چه به قرآن برند، چه به ویدیو گیم برند، چه به مسکری برند، چه به هر چیز دیگه ای برند، اینا دارن از یه چیز فرار میکنن. یعنی خانواده محل تأمین نیازشان نبود. مثلا لتسکنوا الیهایی که قرآن گفته بود باید تحقق پیدا بکنه، تحقق پیدا نکرد. اینا رفتن جای دیگه سکون پیدا بکنند. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگه سکونت رو پیدا نمی کنی، آرامش رو نمی بینی در خانواده، یه مشکلی هست باید حلش کرد. خب اگر ما این چهار نفر اعضای خانواده رو، پدر و مادر و دختر و پسر رو برگردوندیم سر خودشناسی، بهشون گفتیم آها خب شما برید سراغ اون 20 سال اول، خیلی زوده برای شما ایثار بکنید، شما هنوز توی الفبای قضیه موندید، ایثار مال کساییه که اونا رو تموم کرده، نمیخواد فعلا ایثار بکنی، تو برگرد اول برو اون 20 سوال رو جواب بده، تو ببین کجا هستی، بعد بیا به فکر ایثار بیافت. انقدر ایثار کردی از خانوادت زده شدی، از همه چیز داری زده میشه، دینت هم داری خراب میکنی، چون دینت هم مسکن کردی. خب حالا برگرد برو سراغ اون 20 سوال. یکی از اون 20 سوال چی بود؟ این بود که از خودت بپرسی من وقتی میخوام وقتم رو تلف کنم و همه کارهای دنیا رو انجام دادم، فقط میخوام خودم باشم، فقط میخوام لذت ببرم، چی کار میکنم؟ خب این صحبت رو باید با خودت داشته باشی. این صحبت رو که با خودت داشتی، اگه همه اعضای این خانواده این صحبت رو با خودشون داشته باشن، 4 تا 5 تا مورد از لذت‌های شخصی خودشون بتونن لیست بکنن، اون وقت سر این مسئله یه کانورسیشنی داشته باشن، یه گفتگویی داشته باشن که لذت حلالشون تأمین بشه، اون وقت اینا پر میشن. وقتی پر شدند وقت ایثار هم میرسه. انسان پر بهتر ایثار میکنه، انسان پر دینداریش هم بهتر است. تو اون مشکل اونجاست، این طرف هنوز خودشناسی در این نکرده که من اون لذت‌های حلالی که میخوام کجاست، توی چیا لذت میبرم. اون پسره بیاد بگه، اون خانمه بیاد بگه، اون آقا هم بیاد بگه، بعد یه وقتی قشنگ دوره هم معلوم شد، یه چیز مشترک شاید پیدا بشه، یا یه برنامه مشترکی که همه این 4 تا پرسونال اینترست توش باشه رو چیکار کنه، جمع بکنه. اگر این اتفاق افتاد، اون وقت انسان راحت‌تر میتونه بگه خانواده شد خانواده قرآنی، خانواده شد خلق من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این نکته اول. نکته دوم ما هم، نکته رو خیلی مختصر میگم چون شرحش خیلی طولانی هست و میخوام حدیث رو تموم بکنم، اگر توفیقی بود بعدها انشالله میگم. نکته دوم هم این که خیلی وقتها اسامشن ما این هست، ما خیال میکنیم برای لذت بردن تنوع لازم است، و تنوع یعنی چیزی غیر از آن چه در آن هستیم. به خاطر همین میگم خب 15 سال من در این خانواده بودم، حالا باید برم لذتم رو در جای دیگری تأمین کنم. پیش میاد یعنی وقتی طرف مثلا 15 سال داره تو این خانواده زندگی میکنه، 20 سال داره زندگی میکنه، 40 سال داره زندگی میکنه، 50 سال داره زندگی میکنه، ممکنه بک‌گراند ذهنش این بیاد که پس من حس تنوع طلبیم را کجا تأمین کنم. تنوع طلبی در محل مثل خانه ایست که تو میتونی اون را عوض بکنی، میتوانی اون را چیکار بکنی، میتونی اون را
به رنوویشن های مختلفی تبدیل بکنی. یعنی چی؟ حرف من این هست، لذت بردن هنر است و این هنر توسط خود تو باید به وجود بیاید، نه توسط عوض کردن طرف مقابل یا عوض کردن پدر و مادر یا عوض کردن همسر یا بیرون رفتن از خانه. این نیست، این هنری است که باید در تو به وجود بیاید و اگر نمیتوانی لذت ببری خودت را باید عوض کنی، نه طرف مقابل را. خب دقت کردید؟ این شرحش انشاءالله بمونه بعد، چون من میخوام حدیث رو تموم بکنم. حدیث از کجا شروع شد؟ گفتار امام حسین علیه السلام بود. از اینجا شروع شد که امام حسین علیه السلام فرمودند خداوند خلق را خلق کرد به یک دلیل، که خودش را که خداوند را بشناسند. خب این قسمت رو توضیح دادیم که چطور ما باید خودشناسی داشته باشیم تا به خداشناسی برسیم. این جمله اول حدیث بود. جمله دوم رو هم توضیح دادیم، فاذا عرفوه عبدو. در اون جلسه‌ای که در مورد نماز صحبت کردیم گفتیم وقتی معرفت زیبایی صورت گرفت عبدو، عبادت هم صورت میگیره. گفتیم بدون معرفت زیبایی عبادت صورت نمیگیره. دقیقاً همین حدیث داره همینو میگه، فاذا عرفوه عبدو. حالا معنی حدیث رو فهمیدیم. حالا جمله آخر حدیث این هست و با همین هم تمام میکنم بحثم رو. جمله آخر حدیث این هست، میفرماد فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. فرماد اگه خدا رو عبادت کردند آزاد میشه. استغنوا به عبادتهی ان عبادت سوا، با عبادت خدا از عبادت، از عبد همه غیر خدا بودن آزاد میشن. انسان هایی که عبد خدا نیستند یا عبد شرکتشان هستند یا عبد محل نمیدونم دانشگاهی هستند که درس میدند یا عبد چه میدونم گروه سیاسی هستند که به اون پایبند هستند و به اون وفادارند، به هر حال انسان ها همیشه عبدند، یا عبد خداند یا عبد چیزهای دیگه. حضرت یوسف همین رو داشت میگفت، الهون ام آیا خداوندی، آیش یادم رفت، وقتی داشت با همراهان خودش صحبت میکرد گفتش کدوم، ام الله الواحد القهار، کدوم خدا بهتر هست، آدم عبد اون باشه یا بقیه خدایان روی زمین، عبد کدوم باشه بهتر؟ اینجا امام حسین علیه السلام داره میگه فاذا عبدوه، اگه انسان عبد خدا شد از همه چیز دیگه آزاد میشه. چرا؟ چون میارز عبد خدای عاقل بود. یعنی چی؟ یعنی خدا به غیر صحیح که امر نمی کنه، به غیر آنچه که عقل صحیح امر می کند که امر نمی کنه. تو اگه بخوای انسان خوبی باشی عقلت را درسته تبعیت می کنی، هیچی دیگر رو تبعیت نمی کنی، و خداوند است که به اون عقل صحیح فرمان میده. یعنی چی؟ یعنی تو با عبادت خدا کردن در حقیقت هیچ چیزی رو غیر از عقل صحیح عبادت نمی کنی، از همه چیز دیگه آزاد میشی. اینه که شهید مطهری اون کتاب آزادی معنویشون به این میرسن که بهترین آزادی ها این آزادی است که انسان احساس کنه هیچ چیز، بنده هیچ چیز نیست غیر از راه صحیح، اون راه صحیح میشه راه خدا. انشاءالله همونطور که امام حسین علیه السلام آزادانه راه صحیح رو و راه شهادت رو انتخاب کرد، خدا هم به همه شماها و به همه ما انشاءالله توفیق بده که بتونیم آزادانه با تمام وجود راه صحیح رو انتخاب بکنیم. انشاءالله خداوند همه ما رو توفیق بده که
خودشناسی کاملی داشته باشیم. انشاءالله همه ما رو توفیق بده که بتوانیم بعد از خودشناسی بتوانیم خود مقصودمون رو پیدا بکنیم و هر روز زندگیمون قدمی باشد به سوی خود مقصود خودمون. انشاءالله خداوند یار و نگهدارتون باشه. با امید دیدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت خودم رو با سلامی با آقا با عبدالله الحسین علیه السلام به اتمام میرسونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.